بعضی از ما انتظار داشتیم دیروز بتونیم با یک حضور تماما سبز میدان آزادی رو یک دست سبز بکنیم، اما فراموش کردیم که با رژیمی مواجه هستیم که ابزارهای قدرتش ابزارهای قدرت کمی نیستند و اتفاقا همین داشتن یک دشمن نیرومند از ما یک حریف نیرومند ساخته. اگر دشمن ما مثل چاوشسکو بود که با یک تظاهرات سرنگون میشد، پیروزی بر اون شاید برای ما به همون اندازه که به دست می آوردیم ساده، از دستش هم می دادیم ساده و دوباره یک دیکتاتوری دیگر رو بر خودمون حاکم می کردیم. شاید تقدیر ما در همین افتادنها برخواستنهاست. زمین می خوریم و بلند می شیم، می افتیم و دوباره رویش می کنیم. توی این مدت کم از این افتخیزها نداشتیم و دیروز یکی از این نمونه ها بود. با فرض بر این که حکومت تونست در میدان آزادی نمایشی از ملت خودساخته خودش رو به جهانیان نشون بده. اما اجازه بدید که من به عنوان شغل خودم تحلیلگری، مثل یک هواپیمای نقشه برداری در یه ارتفاع پایین، از اون جاهایی برای شما بگم که میتونه دیدنشون باعث این بشه که ما صحنه سیاسی کشور رو بهتر ببینیم. گول و فریب اونجا که تلویزیون های صدا و سیما، رادیوها، رسانه های حکومت میگه نخوریم و این مقدار آگاهانه نگاه کنیم. اشکال نداره ناامید هم بشیم، اشکال نداره که یک مدت هم در لاک ناامیدی فرو بریم، تأمل کنیم، فکر کنیم که چه باید کرد. گاهی ناامیدی منشأ حرکت بعدی ماست و گاهی ناامیدی اتفاقا موتور محرک بهتری است. اگر فراموش نکنیم که در خاک خفتگانی داریم، جوانانی هستند، دستگلانی هستند که به خاطر اعتراض به حق و ناحق به زیر خاک رفتند. اگر اعتراض و قیام اون افراد برای حق طلبی نبود، آیا ما هم به اون راه ادامه میدادیم؟ وقتی دیدیم که عده‌ای چنین رفتند به آغوش گلوله و باتوم و شکنجه و مرگ، چرا باید ناامیدی برای ما چنان باشه که ما رو از هر حرکت بعدی منصرف بکنه؟ در واقع باید که مثل یک کسی که افتخیزهایی در بیماری جسمی خودش داره، باید که از دوران ناامیدی که بر ما مستولی میشه موتور محرکی بسازیم. چرا؟ چون به اون موتور محرک برای حرکت بعدیمون نیاز داریم تا به سرمنزل مقصود برسیم. دوست ندارم که این صحبت رو خیلی از این زاویه ادامه بدم. خیلی دوست داشتم بگم که دیروز ما اشتباهاتمون چی بود. در 22 بهمن ما نباید اعتماد میکردیم که بریم در میدان آزادی و میان نیروهایی که تا دندان مسلح هستند و طرح اسب تروآ رو بازی بکنیم. این طرح یکی از اشتباهاتی بود که انجام شد و رفت. از این اشتباه درس بگیریم. ببینیم ما با این حکومتی که دنیا مونده در مقابل این حکومت، دنیا درمونده شده. مصاحبه الان با این مهمانتون به نوعی نشون میده که بسیاری از اهالی دنیا، سیاستمداران دنیا موندن که با این حکومت چه باید بکنن. حکومتی که نه به بمب اتمی دست پیدا کرده اما میاد میگه به 20% غنی‌سازی رسیدم. حکومتی که چنگ و دندون نشون میده. دنیا از مواجهه با حکومتی که هم مسلح است و هم دیوانه است هراس داره، بیم داره، اما امید هم داره. همونطوری که نگران هست امیدوار هم هست و به تلاشاش ادامه میده. اما ما ای که اسیر این قدرت هستیم، اسیر این اکتاپوس قدرت هستیم، باید شاخه شاخه این اکتاپوس رو قطع بکنیم تا بتونیم به آزادی برسیم. و بزرگترین چیز رفیق راه ما امید هست. امیدی که بچه های ما الان در گوشه های زندان های انفرادی دارن. به سرشناس ها نگاه کنید و به گمنام هایی که دسته دسته دستگیر شدن، کسانی که حتی زندانبان سرباز وظیفه به اونها بیتوجهی میکنه، آب یا غذا با نهایت بی‌احترامی به اونها میده و میره. اونها باید به چی امیدوار باشن؟ به ما، به شما، به اینکه خسته نشیم. درسته دیروز حرکتی بود تمام شد، ببینیم برای فردا چه باید بکنیم. ما تا امروز در مسیر حرکت کردیم، از مناسبت‌های قانونی رژیم استفاده کردیم که غیر قانونی رفتار نکنیم. به رژیمی که تا بن دندان مسلح است و
به پادگان ها و به دبیرستان های مخصوص خودش و به دانشگاه های مخصوص خودش دسترسی داره برای آوردن نیرو، می گفتیم که می خواهیم روز 13 آبان به خیابان بیاییم. ما بدون هیچ گونه پشتیبانی به خیابانی می رفتیم که اونها با همه جور پشتیبانی، با ساندیس، با اتوبوس آورده می شدن. پس ما تا اینجا قدم های بسیار بزرگی برداشتیم و دیروز پایان فصلی بود از این فصل ها. تا اینجا ما در چارچوب مناسبت های رسمی حضور پیدا کردیم تا به دنیا بگیم که ما خواهان اقدام خشونت آمیز غیر قانونی نیستیم. آمدیم، کتک خوردیم، زندانی دادیم، تلفات دادیم، اما آمدیم. من بعد به نظر من رهبران جنبش سبز که البته خود اقدام خشونت آمیز غیر قانونی نیستیم، آمدیم، کتک خوردیم، زندانی دادیم، تلفات دادیم، اما آمدیم. من بعد به نظر من رهبران جنبش سبز که البته خود ما و شما رهبران این جنبش هستیم بدون شک، خود ما و شمای شهروندان باید مراعات این رو بکنیم که از اون اشتباهات درس بگیریم، آگاهیمون رو زیاد بکنیم، نگاه کنیم به تحلیل های واقع بینانه ای که از این اوضاع میشه. تحلیل اگر واقع بینانه بود اشتباهات رو میبینیم، رفع میکنیم، امیدهای به رهایی رو هم نادیده نمیذاریم. خستگی هم سر جاش، استراحت هم سر جاش، اما باید بدونیم که کسانی به ما امید بستند و ما امیدمون به رفتن و برخواستن از این دامیست که اصل یک اکتاپوس چند دست و چند بال شدیم. بله. و چون این حریف حریف قدرتمندیست، طبیعتاً از ما هم ملت قدرتمندی خواهد ساخت. هر سختی که ما رو نکشه ما رو قوی تر میکنه. 22 بهمن دیروز من مطمئنم که انگیزه یک حرکت بسیار بزرگتر خواهد بود که باید ببینیم، بشینیم و فکر بکنیم. آقای افتاد